با سلام و درود، چندی پیش یکی از بوخهای تبلیغاتی وابسته به اداره فرق و ادیان با انتشار یک ویدئوی به قول خودشون اعترافات از حلاج زمان جوانمرد شهید درویش محمد یاور سلاس خواست این دروغ بزرگ رو القا بکنه که آقای محمد یاور سلاس به قتل سه سرباز نیروی انتظامی اعتراف کرده و بدین ترتیب خواست که وجهه دراویش رو تخریب بکنه در نزد افکار عمومی. این یک دروغ شرم‌آور هستش. البته بنگاه های دروغ پراکنی وابسته به اداره فرق و ادیان کاری جز دروغ پراکنی و کاری جز اشاعه اکاذیب ندارن. برای همین از اونجایی که عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، ما تصمیم گرفتیم که از این به اصطلاح حرکتی که اینها کردن به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم و حقایقی رو از روند دادرسی شهید محمد یاور سلاس منتشر بکنیم و قضاوت اون رو به عهده افکار عمومی واگذار کنیم. اون چی که مسلم هستش، شهید محمد یاور سلاس هرگز در صحنه جرم حضور نداشته و این به راحتی قابل اثبات هست. کیفرخواستی که صادر شد توسط دادستان بسیار ضعیف و پر از غلط و پر از تناقض بود که من الان اینجا به یک موردش اشاره میکنم و در جلسات بعد هم به موارد بعدی تا حدود 20 مورد 22 سه مورد موارد نقض قانون و نقض هر دو در کیفرخواست صادره وجود داره که من هر جلسه رو به یک دونش اختصاص میدم و سعی میکنم که یک اطلاعاتی رو در خیر شما قرار بدم. نخستین موردی که من اینجا بهش اشاره میکنم ضعف کیفرخواست در اثبات یعنی در احراز انتصاب آلت بزه به متهم بوده. میدونیم که برای هر قتلی باید آلت قتل به اصطلاح شناسایی و انتصابش به متهم اثبات بشه. در غیر این صورت متهم تبرئه هستش، حداقل از اتهام قتل تبرئه هستش و بدون ابزار قتل، بدون ابزار جرم و آلت جرم اثبات قتل امکان ناپذیر هستش. در این خصوص ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده که بازپرس باید در اسرع وقت آلت جرم رو که در تصاحب یا در اختیار متهم بوده یا همراه متهم پیدا شده شناسایی بکنه و تحقیقات میدانی انجام بده که هیچ کدوم اینا انجام نشده. ولی و حتی آلت جرم غیر از اون بوده که ارائه شده، یعنی به شهید محمد یاور سلاس منتسب شده. در این خصوص ما اگر به آیین دادرسی کیفری مراجعه بکنیم متوجه میشیم که در ماده 45 این قانون گفته شده که پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافتن و یا تعلق اسباب و ادله یافت متهم محرز گردد. در خصوص اتفاقی که در خیابان گلستان هفتم افتاده، آلت جرم یعنی آلت قتل سرباز نیروی انتظامی اتوبوسی بوده و موسوم به اتوبوس دیوانه یا اتوبوس مرگ که ادعا شده شهید محمد یاور سلاس راننده اون اتوبوس بوده و به طور عمد با این سه سرباز تصادم کرده و اونها رو زیر گرفته و قتل رسونده. اونها اومدن شماره اتوبوس رو در کیفرخواست به شهری که میبینید قید کردن، یعنی شماره 87-679-68 که ما میدونیم 68 به معنی این هستش که این اتوبوس در استان البرز به ثبت رسیده و رنگ زرد پلاک هم به این معنی هستش که اتوبوس در خدمت سرویس عمومی بوده، در بخش خدمات عمومی مشغول به کار بوده. روی شیشه اتوبوس همونجوری که مشاهده میشه کلمه سرویس ذکر شده و این اتوبوسی بود که در اختیار سپاه پاسداران قرار داشته برای جابجایی کارکنان سپاه از کرج به
تهران. همونجور که مشاهده میشه این اتوبوس یک اتوبوس مرسدس بنز ساخت ایران خودرو هستش، در اینجا به خوبی مشخص شده. و در اسلاید بعدی اینجا هم خانه هستش، این عکس و این شماره پلاک هر دو توسط خبرگزاری رسمی قوه قضاییه یعنی میزان، خبرگزاری میزان و کانال تلگرامیش میزان آنلاین منتشر شده. من اینجا بزرگتر میکنم تا شما ببینید که این به اصطلاح عکس رو در آویش منتشر نکردن، این عکس در کیفرخواست جزء زمام پرونده آقای سلاس بوده، در روند دادسری در روند دادرسی به اصطلاح منتشر شده. اما اتوبوس آقای سلاس این نبوده، این را همه دراویش میدونن و مدارکش هم موجود هستش. من اینجا در ادامه شما نشون میدم که آقای سلاس و سایر دراویش از یک اتوبوس دیگه استفاده میکردن که در اینجا من عکسش رو به شما نشون خواهم داد. این اتوبوس آقای سلاس بوده، اتوبوسی که اسکانیا هست، اتوبوس ساخت کارخونه شهاب خودرو، و صندلی هاشو برداشته بودن و در طول مدتی که دولت سرای دکتر نورعلی تابنده در محاصره نیروهای امنیتی قرار داشت، دراویش غیرتمند برای جلوگیری از بازداشت و روبودن دکتر نورعلی تابنده در اونجا تجمع کرده بودن و چند نفرشون شبها در همین اتوبوس میخوابیدن و شب رو در همون سرمای زمستون به سر میبادن. و همچون که مشاهده میکنین دراویش در اینجا مشغول نقاشی بدن اتوبوس هستن که البته این نقاشی ها بعدن پاک میشه. حالا سوال ممکنه این سوال پیش بیاد که چطور پس آقای سلاس که میدونسته که این اتوبوس خودش بوده این اعتراف رو کرده، اعترافی که یعنی ایشون گفته که من نمیخواستم کسی رو به قتل برسونم ولی اتفاقی که افتاده این چیکار ما شنیدیم، اینجوری گفته ایشون. باید به عرض شما برسونم که در حقیقت در روز 3 بهمن در شبی که حادثه اتفاق افتاد سال 1996 در اصل 2 حادثه اتفاق افتاد، یک حادثه در ساعت 6 بعد از ظهر و یک حادثه حول و حوش ساعت 8 بعد از ظهر. ساعت حادثه‌ای که در ساعت 6 بعد از ظهر اتفاق افتاد به این شکل بود که آقای سلاس تلاش می‌کرد تا از درگیری که در خیابان نیستان دهم در روبروی کلانتری 102 رخ داده بود فرار بکنه، که متاسفانه اتوبوسش در ترافیک خیابان پاسداران گرفتار میشه و با چند ماشین دیگه تصادف میکنه که ما اینجا الان این ویدیوشو ببینیم. من اینجا یک چیز اولش به شما نشون بدم و بعد ادامه ویدیو رو ببینیم. همونچه که مشاهده میکنید آسمان اینجا هنوز روشن هستش، تاریک نشده، یعنی هوا گرگومیش هستش و با توجه به تاریخ ضبط این ویدیو که در ساعت که در روز 30 بهمن بوده یعنی زمستون بوده و روزا تاریک بوده میشه حد زد که این ساعت باید حدود 6 بعد از ظهر باشه و در خود کیفرخواست هم قید شده که آقای سلاف در ساعت 18 و 20 دقیقه دستگیر شده، بازداشت شده. حالا ما بقیه ویدیو رو همونجور که مشاهده میکنید این ویدیو این اتوبوس اسکانیه بود هستش که من عکسش رو به شما نشون دادم در اسلاید قبلی و یک اتوبوس اسکانیه سفید رنگ هست و نه اتوبوس مرسدس. آقای سلاس در حال فرار با این اتوبوس در خیابان پاسداران همونجور که مشاهده میشه تصادف میکنه. و اگر ما به عقب برگردیم دوباره و خوب گوش بدیم صدای تیراندازی هم میاد. حالا من یه بار دیگه برمیگردونم. اینجا صدای تیراندازی هم بیاد، یعنی ماموران انتظامی حالا یا به اتوبوس
یا به اتوبوس یا تیر هوای شلیک میکنن. طبیعتا آقای سلاس که پشت فرمون بوده در این اتوبوس نمیتونسته متوجه بشه که این صدای تیری که میشنوه آیا داره به اتوبوس شلیک میشه یا به تیر هوایی. تصورش اینه که به خودش داره شلیک میشه و تلاش میکنه با سرعت هر چه بیشتر فرار بکنه و خود در ترافیک خیابان پاسداران غیر ممکن بوده و اتوبوس گرفتار میشه. این حادثه توسط یکی از خبرنگاران غیور و به اصطلاح شجاع دراویش گل‌آبادی به نام آقای محمد شریفی مقدم بلا فاصله، یعنی با یک فاصله چند دقیقه، احتمالا 10 دقیقه یک رو به بعد یا 20 دقیقه بعد حد اکثر گزارش میشه. دوستان همه این خبر رو کار کنن. محمد سلاس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و شاهدین عینی دیدن که قیمه قیمش داشتن میکردن و میبردنش. حتما این خبر رو کار کنید، جونش در خطره. محمد سلاس بازداشت شد. آقای محمد شریفی مقدم دقیقا به خاطر همین کار اقدام شجاعانه‌ای که انجام داد و با مخابره این گزارش به موقع برای همیشه سند بیگناهی آقای سلاس رو به ثبت رسوند، مورد بغض و کینه دادگاه قرار، یعنی مورد بغض و کینه بیدادگاه قرار گرفت و به 7.5 سال زندان محکوم شد فقط به خاطر انجام وظیفه خبرنگاریش و محاسبه و مخابره یک خبر درست بر اساس امر و فرمان جناب دکتر نورعلی تابنده که فرموده بودند دراویش باید سکوت خبری رو بشکنن و اخبارشون رو به گوش مردم برسونن. ایشون هم در راستای این وظیفه که براتش گذاشته شده بود این کار رو انجام داد و این مورد خوشنودی حکومت قرار نگرفت و ایشون رو 7.5 سال حکم بهش دادن که الان از که 5 سالش گذشته بدون که حتی یک روز ایشون مرخصی اومد، یعنی حق استفاده از مرخصی رو داشته باشه. بنابراین میشه گفتش که آقای سلاس توسط مثلا نیروی انتظامی فریب خورده، برای اینکه ایشون در خیابان خیابان نیستان دهم در روبروی کلانتری 102 در یک درگیری تلاش میکنه که فرار بکنه و همونجور که مشاهده میکنید از به اصطلاح کلانتری 102 که در اینجا هستش تا خیابان گلستان هفتم که خیابان پاسداران میشه ما بینش حدود 1 یا 2 کیلومتر احتمالا فاصله هستش و در اینجاها بوده که این اتفاق میفته، یعنی زمانی که ایشون تلاش داشته از خیابان نیستان دهان وارد خیابان پاسداران بشه و این هیچ ارتباطی نداره با اون اتوبوسی که حادثه رو آفریده. ما یک بار دیگه به این فیلم نگاه میکنیم، همونجور که مشاهده میکنید اینجا آسمان کاملا روشن هستش، در حالی که در فیلمی که منتشر شده از اتوبوسی که حادثه رو آفریده اگر خوب دقت کنید آسمان به طور کامل سیاه هستش و هوا به طور کامل تاریک شده و این ساعت بعد 8 شب به بعد بوده باشه، نه این ساعتی که هوا روشن بوده. بنابراین آقای سلاس تصور میکرده که موقع فرارش در خیابان نیستان خیابان از نیستان دهم به سمت پاسداران با به اینجور بهش گفته بودن که تو موقعی که داشتی فرار میکردی 3 سرباز رو انتظامی زیر گرفتی. اون از وقوع حادثه دوم در همون شب بیخبر بوده و تا چند ماه هم بیخبر بوده به خاطر اینکه ایشون در سالن در سلول انفرادی بوده برای ماها و نهایتا بعد از 2 یا 3 ماه توسط وکیلش سرکار خانم زینب طاهری از ماجرا خبردار میشه و بلافاصله هم وقتی خبردار میشه تکذیب میکنه ولی به اون فرصت دفاع داده نمیشه تا بتونه حقایق رو بیان بکنه
و اون چی که به اصطلاح از به نام اعترافات ایشون منتشر شده توسط نیروهای در توسط بوخهای تبلیغاتی اداره فرقوردیان، یک تبانی شرم‌آور و کثیف میان چهار ضلع صدا و سیما یعنی بازجو خبرنگار، نیروهای امنیتی، قوه قضاییه و نیروهای خیانتکار از داخل سلسله گناوادی بوده به شهری که من در اسلاتهای بعدی توضیح خواهم داد. اما برای اینکه بتونیم قضیه رو بیشتر روشن بکنیم، من یک بار دیگه این فیلم رو شما نشون میدم. در اینجا اتوبوس از سمت راست مورد اصابت شاتگان نیروی انتظامی قرار میگیره که من حالا برای که بهتر مشخص بشه حرکت آهسته اتوبوس رو هم ضبط کردم و کوتاه میتونیم ببینیم. در اینجا همچون که مشاهده کردید این آتش شاتگان هست، آتش شاتگان نیروی انتظامی هستش که از سمت راست یعنی از سمت کمک راننده از جایی که در اتوبوس در جلو اتوبوس باز میشه به سمت راننده شلیک شده. بنابراین راننده اتوبوس هر کس که بوده باشه و ما در جلسه بعد به این قضیه خواهیم پرداخت باید صورتش مثل آبکش شده باشه، برای اینکه شاتگان گلوله های شاتگان دارای ساچمه هستش، فکر میکنم 50 ساچمه در هر گلوله باشه یا حالا دقیق نمیتونم بگم چقدر، و این زمانی که شلیک میشه این ساچمه ها به فاصله کم از یک دیگه به نقاط مختلف بدن اصابت میکنن و بدن رو سوراخ سوراخ میکنن. بنابراین راننده اتوبوس کسی بوده که صورت و سینهش با ساچمه های شاتگان سوراخ سوراخ شده و شکل آبکش به خودش گرفته باشه. اما نکته‌ای که تا الان کمتر مورد توجه قرار گرفته یا حداقل من ندیدم که کسی بهش توجه کرده باشه و من اینجا میخوام اظهار بکنم این هستش که عکس در عکسی که توسط قوه قضاییه منتشر شده اگر ما خوب دقت بکنیم اثر یک فقره گلوله در سمت چپ وجود داره، یعنی راننده اتوبوس از سمت چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته. بنابراین میشه اینجوری تصور کرد که با توجه به اینکه این اتوبوس یک اتوبوس احتمالاً در اختیار نیروی نظامی سپاه بوده، راننده توسط موافقش دستور میگیره که اتوبوس رو حرکت بده. اتوبوس برابر شنیده ها و تحقیقاتی که دوستان انجمن پاسداشت حقوق بشر انجام دادن اون موقع در خیابان امیر ابراهیمی پارک شده بوده و راننده اتوبوس رو حرکت میده و میاره به داخل گلستان هفتم و به محضی که اتوبوس داخل گلستان هفتم میشه توسط یک شخص ناشناس از سمت چپ همچون که مشاهده میکنید مورد اصابت یک گلوله احتمالاً کلت یا براونینگ قرار میگیره و راننده یا باید در جا کشته شده باشه یا بیهوش میشه و این توجیه میکنه علت و چرایی حرکت زیگزاگ اتوبوس رو و اینکه تلو تلو میخوره اتوبوس موقع حرکت کردن، تا اینکه سرانجام در بعد از زیر گرفتن سه سرباز نیروی انتظامی متوقف میشه. بنابراین اینجا پای یک توطئه در میان هستش، یعنی کسانی تصمیم گرفتن که حادث آفرینی بکنن و برای اینکه ردی به جا نمونه اون راننده بیگناه اتوبوس رو با کلت کمری به قتل رسوندن اول و بعد از اون راننده ناخودآگاه به جمعیت برخورد میکنه بدون که خودش بدونه و باعث مرگ حداقل سه سرباز نیروی انتظامی میشه. حالا سوالی که پیش میاد این هستش که آیا یعنی اینجوری گفته شده که نمایندگان اربعه و نمایندگان اربعه به اضافه یک با نگاشتن یک نامه به قوه قضاییه خواستار تسریع در اجرای حکم اعدام آقای محمد سلاس شدن. این نامه البته هنوز رویت نشده گفته میشه، ولی ما میتونیم اینجا یه راستی آزمایی انجام بدیم ببینیم که آیا شواهد در این خصوص چجوری قضاوت میکنن. ما میدونیم که نمایندگان اربعه به اضافه یک
زمانی که این حادث اتفاق افتاد در هفته اول اسفند ماه، در 15 اسفند تصور میکنم، یک بیانیه منتشر کردند و طی اون از قوه قضاییه درخواست کردند تا عامل این جنایت هر کس که بوده به اشد مجازات محکوم بشه و به شدیدترین وجه مجازات بشه. حالا سوالی که این وسط مطرح میشه که من الان میخواستم مطرح کنم و اولی مقدمه رو گفتم این استش که آیا این شواهدی که حالا من بهش اشاره کردم و همه اینا بر اساس مندرجات کیفرخواست و مندرجات پرونده آقای سلاس هستش، آیا این از چشم نمایندگان عربی به اضافه یک دور مونده، یا این که اونا تجاهل کردن و تقافل کردن نسبت به این مسئله؟ ما حالا میتونیم فرض بکنیم که نمایندگان اربعه احتمالاً سواد حقوقی زیاد نداشتن، اگرچه این عرایضی که من داشتم نیاز به سواد حقوقی نیست، هر کسی که کمی دقت بکنه متوجه این نکات میشه، حداقل که دو تا اتوبوس با هم دیگه فرق دارن رو هر کسی میتونه تشخیص بده. آیا و اونا و نمایندگان اربعه میدونستن که اتوبوس آقای سلاس اتوبوس اسکانیا هستش و این اتوبوس مرسدس بنز هم در پرونده آقای سلاس بوده و عکسش هم به شکل عمومی منتشر شده، بنابراین این نباید مسئله پیچیده‌ای بوده باشه برای نمایندگان اربعه به اضافه یک. ولی حالا ما فرض بر این میذاریم که این حوزه تخصص اونها نبوده و اطلاعاتشون در این خصوص هم از کافی نبوده، آیا آقای دکتر هرسینی که وکیل 50 سال با 50 سال سابقه هستن هم متوجه نکات نشدن؟ آیا این قابل قبول هستش؟ یا اینکه باید بپذیریم که ایشون هم تجاهل کرده و تقافل کرده و به اصطلاح سکوت کرده، تعمدن سکوت کرده؟ دلیل سکوت ایشون چی میتونه باشه؟ دلیل سکوت ایشون و دلیل چشم‌پوشی ایشون از این وقایع و عدم دفاع ایشون از آقای سلاس فقط این میتونه باشه که اینها واقعا نامه‌ای رو نوشته بودن برای قوه قضاییه و اگر آقای هرسینی به عنوان وکیل سلسله کوچکترین قدمی برای دفاع از آقای سلاس برمی‌داشت، این در تضاد و در تناقض بود با اون به اصطلاح نامه که قبلا نوشته بودن. توجیه دیگه غیر از این نمیتونه وجود داشته باشه مگه خودشون بخوان این توضیح رو بدن و این توضیح رو بکنن که چه دلیلی داشته که از این شواهد به این روشنی صرف نظر کردن و اجازه دادن که سر یک بیگناه بالای دار بره علارغم دستور مؤکد جناب دکتر نورعلی تابنده برای دفاع از کیان تصوف و سلسله و آقای و دراویش گناه‌آبادی من جمله محمد یاور سلاس. و نکته قابل ذکر این هستش که حسب اظهارات وکیل ایشون سرکار خانم طاهری، نمایندگان اربعه و به ویژه آقای دکتر هرسینی به هیچ عنوان حاضر نبودن که سر پرونده آقای سلاس کوچکترین همکاری رو با ایشون که یک شخصی غیر درویش بود و از بیرون سلسله بر اساس وجدانش تصمیم وکالت آقای سلاس رو بر عهده گرفته بود کمک کنن و انجام بدن. نکته قابل ذکر این هستش که آقای سلاس فقط شانس دو جلسه محاکمه رو داشت و جلسه سوم هم رأیش اعلام شد و وکیل پرونده یعنی سرکار خانم زینب طاهری تنها در جلسه سوم و به مدت 5 دقیقه به پرونده دسترسی پیدا کرد، به پرونده چند صد صفحه‌ای. بنابراین طبیعی بود که ایشون نمیتونست دفاعی رو که لازم بود انجام بده از آقای محمد یاور سلاس. بنابراین ایشون تلاش خودشو گذاشت که اگر به شهر در دیوان عالی کشور شکسته بشه، اعضای انجمن پاسداری حقوق بشر هم این کار رو کردن و تلاش کردن که حکم در دیوان عالی کشور شکسته بشه که متاسفانه باز برخی از وابستگان به دستگاه امنیتی ممانعت کردند و که من بعدا در جلسات بعدی کیفیت این نکته رو تشریح خواهم کرد این مسئله رو. ولی اینجا این چیزی که الان من میخوام بگم این استش که بدون همکاری نیروهای داخل سلسله گناه‌آبادی امکان این نبود که آقای سلاس به این راحتی محکوم و اعدام بشه. قطعا نیروهای داخل سلسله گناه‌آبادی که با دستگاه امنیتی همکاری کردن در این قضیه مقصر هستند و مسئول و پاسخگو باید باشن. در این خصوص من میخواستم این نکته رو فقط روشن کنم که
بر فرض اینکه آقای دکتر هرسینی متوجه این نکات شدن، یعنی اگه بگیم اگه خودشون بگن نه من این شواهد رو متوجه نشدم، خب یه بحث دیگه است. یعنی برای کسی که یه وکیل کار کشته که بعد از 50 سال سابقه وکالت این دوتا نکته رو متوجه نشده باشه، برای شخص من قابل قبول نیست. بنابراین بر این فرض که ایشون متوجه نکات شدن، ایشون متهم هستند به مشارکت مستقیم در اعدام فراقانونی و قتل عمد جوانمرد شهید درویش محمد یاور سلاس از طریق پنهان کردن شواهد، سکوت مجرمانه و خیانت به مأموریت وکالت موکل دکتر نورعلی تابنده. همچنین ایشون متهم هستند به مشارکت غیر مستقیم در قتل عمد راننده اتوبوس و قتل شبه عمد سه سرباز بیگناه نیروی انتظامی از طریق همدستی با عوامل توطئه در جهت فریب افکار عمومی جامعه و دستگاه قضایی با هدف تخریب وجهه عمومی قطب و دراویش سلسله نعمت اللهی گل‌آبادی. و سرانجام ایشون متهم هستند به خیانت وکیل به موکل دکتر نورعلی تابنده از طریق تقصیر آمدانه با علم و آگاهی قبلی و نه قصور در انجام وظایف محوله از طرف موکل دائر بر دفاع حقوقی از کیان سلسله نعمت الله گل‌آبادی در مجامع قضایی و نیز همدستی با دشمنان دکتر نورعلی تابنده در جهت فریب افکار عمومی جامعه و دستگاه قضایی با هدف تخریب وجهه عمومی قطب و تراویش سلسله گل‌آبادی به شرح گذشت. بنابراین ما توجه میکنیم که شواهد همگی دال بر بیگناهی مطلق شهید محمد یاور سلاس بوده. آقای سلاس در ساعت 6:20 دقیقه دستگیر شده بوده، به شهادت خود کیفرخواست و به شهادت آقای شریفی مقدم. باید توجه کنیم که اگر در زمانی که آقای شریفی مقدم گزارش رو میداد سربازان نیروی انتظامی کشته شده بودن، حتما ایشون در گزارش خودش به این نکته اشاره میکرد و به علاوه ایشون هنوز هم در دسترس هستش و البته که اسیر در سیاهچال، ولی ایشون به راحتی میتونه این رو گواهی بکنه و نه تنها ایشون، بسیاری از درافیشی اونجا وجود داشت، حضور داشتن، گواهی کنن که آقای سلاس در ساعت 6 بعد از ظهر دستگیر شده، ولی حادثه اتوبوس خیابان گلستان هفتم در ساعت 8 بعد از ظهر اتفاق افتاده و به علاوه اون اتوبوس عامل قتل، اتوبوس مرسدس بنز با یک شماره‌ای بوده که من قید کردم، ولی اتوبوسی که آقای سلاس استفاده می‌کرده و راننده اتوبوس بوده یک اتوبوس اسکانیای شهاب خودروی سفید رنگ بوده که تفاوتش خیلی هست و اینها نشون میده که به هیچ عنوان آلت قتل یا ابزار جرم به متهم منتسب نمیشه و در این خصوص خدشه هستش و متهم از این اتهام به همین دلیل به طور کامل تبرئه هستش و اعدام ایشون یک اعدام فراقانونی و یک قتل عمد محسوب میشه. این نکات بسیار مهمی هستش که من برای شما اینجا بیان کردم، فقط به خاطر اینکه بدونید که بوخهای تبلیغاتی اداره فرق و ادیان دروغ منتشر میکنن، ولی اونها بدونن که از هر دروغی که منتشر میکنن ما از اون دروغ اونها به عنوان یه فرصت استفاده میکنیم تا حقایق بیشتر و بیشتر و بیشتری رو به سمع و نظر مردم ایران و افکار عمومی جامعه برسونیم. من در بخشهای بعدی قسمتهای دیگه رو از کیفرخواست دکتر از کیفرخواست مثلا میخوام از کیفرخواست صادره برای آقای محمد یاور سلاس رو به استحضار شما برسونم. سپاسگزارم.